داستان زندگی باور نکردنی حضرت فاطمه رضی الله عنها، صحابه‌ای که از همه زنای دنیا برتره، شبیه ترین شخص به رسول خدا روی زمین، بهترین امت اسلام، شخصیت بزرگی که خداوند اونو تحت حمایت خودش قرار داد، زیباترین انسان دنیا حضرت فاطمه رضی الله عنها. پیامبر اکرم 7 فرزند داشت، 3 پسر و 4 دختر. حضرت فاطمه فرزند پنجم پیامبر بود. وقتی حضرت فاطمه به دنیا میاد، حضرت خدیجه با خودش میگه ای کاش سرورم اجازه بده که اسم مادرم رو روی نوزاد بذارم. اسم مادر حضرت خدیجه هم فاطمه بنت زائده بود. پیامبر صلی الله علیه و آله میاد و نوزاد رو توی آغوشش میگیره و میگه این مادر منه. بعد میگه میخوام اسم مادرم رو روی اون بذارم. حضرت خدیجه یک آن زبونش بند میاد و نمیدونه که چی بگه. پیامبر ادامه میده، میگه که اگه گفتم مادرم، قسم مادر دومم یعنی مادر علی بود و اسم اونو فاطمه میذارم. و به این ترتیب پیامبر حضرت خدیجه رو هم خوشحال میکنه. فاطمه یعنی کودک از شیر گرفته شده. حضرت فاطمه رضی الله عنها از شیر مادر گرفته شد، ولی با شیر قرآن بزرگ شد. در فضای منزل پر سعادت پیامبر با قرآن مأنوس شد و مادر اهل بیت شد. عبدالله ابن مسعود نقل کرده روزی پیامبر اکرم داشت در نزدیکی خانه کعبه نماز میخوند و ما نیز اون رو نظاره میکردیم. درست همون زمان ابوجهل و اطرافیانش پیامبر رو مسخره و تحقیر کردن. توی اون لحظه ابوجهل به حیوانی که اونجا قربانی شده بود اشاره میکنه و میگه چه کسی حاضره که شکمبه اون حیوان رو بیاره و روی محمد بندازه. عقبه ابن ابی معید اعلام آمادگی میکنه و همراه دو نفر دیگه میره و شکمبه حیوان رو میارن و روی پشت پیامبر میذارن. فریادهای فاطمه 10 ساله توی هوا میپیچه که فریاد میزنه ای شمایی که از خدا نمیترسید، از پدر من چی میخواید؟ بعد دوان دوان میاد و شکمبه شتر رو از وسط شونه های رسول خدا حل میده و به زمین میندازه و رو به کفار میکنه و اونا رو مورد عتاب قرار میده. وقتی رسول خدا نماز خودش رو تموم میکنه میگه بار خدایا، نتیجه این کار قریش رو به تو وامیگذارم. 3 بار این دعا رو تکرار میکنه و بعد یکی یکی اسم اونا رو میبره. بار خدایا، عمر ابن هشام یا عمون ابو جهل، عتبه ابن ربیعه، شیبه ابن ربیعه، ولید ابن عتبه، امیه ابن خلف، عقبه ابن ابی معید و عمار ابن ولید را هلاک کن. ابن مسعود میگه که به خدا سوگند که همه اونا رو توی روز بدر دیدم که نقش زمین شده بودن و بعد به سوی چاه بدر کشونده شدن و توی اون انداخته شدن. حضرت فاطمه جثه خیلی ضعیفی داشت، ولی صاحب روح قوی و با درایتی بود. حضرت فاطمه زنی با حیا و خجالتی بود و از زمان تولد دردهای خیلی زیادی کشیده بود. مشکلات و دشواری‌های زیادی برای اون اتفاق افتاده بودن. توی دوران کودکی مادر و توی دوران جوانی خواهرش رو از دست داد. حضرت فاطمه علی‌رغم گذروندن سختی‌ها و ملالت‌های زیاد توی دوران کودکی، مثل بقیه دخترای قریش هر چیزی که لازم بود رو فرا گرفت و توی انجام دادن کارهای خونه کفایت کافی رو به دست آورد. با اینکه توی دوران کودکی تو از اون سوالی نمی‌شد، حرفی نمی‌زد و تو چیزایی که به اون مربوط نبود دخالت نمی‌کرد، ولی احکام و بایدها و نبایدهای قرآن رو که از پدرش شنیده بود به خوبی فرا گرفت. همچنین به خاطر درست و روون صحبت کردن همیشه توجه همه رو به خودش جلب می‌کرد. فضیلت حضرت فاطمه رضی الله عنها. زهایر ابن عقبه توی کتاب خودش از ابن عباس نقل کرده که پیامبر حضرت فاطمه رو بسیار میپوسید. روزی حضرت عایشه از پیامبر میپرسه برای چی اینقدر فاطمه رو میپوسی؟ پیامبر در جوابش به اون میگه شبی که به معراج رفتم، جبرئیل منو با خودش به بهشت برد و از همه میوه های بهشتی به من داد.
و این میوه ها توی بدن من تبدیل به نطفه شدن و خدیجه فاطمه رو باردار شد. فاطمه حوری در ظاهر انسانه. هر زمان که دلم تمنای اون میوه ها رو میکنه، فاطمه رو میبوسم و بوی اون منو یاد میوه هایی که توی بهشت خوردم میندازه. ابوبکر خطیب توی کتاب تاریخ البغداد با استناد به ابن عباس نقل میکنه که دخترم فاطمه حوری از نسل حضرت آدمه، نه حیض میشه و نه نفاس. علت نامگذاری اون به فاطمه یعنی گرفته شده، قطع و جدا شده، به این علت هستش که خداوند او و دوستداراش رو از جهنم دور نگه میداره. حضرت فاطمه مثل بقیه زنا خون حیض ندیده و به همین خاطر به اون لقب زهرا یعنی پاک و مطهر داده شده. علت بتول خوندن حضرت فاطمه امین استش که اون انسانی بی نظیر بود. حاکم با سند صحیح از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه که پیامبر اکرم فرمود حضرت فاطمه به طور کامل عفت خودش رو حفظ کرد و به همین خاطر خداوند نسل اون رو از آتش محفوظ نگه میداره. متقی در کنز العمال نقل میکنه که رسول خدا فرموده اولین شخصی که وارد بهشت میشه دختر حضرت محمد یعنی حضرت فاطمه استش. این جایگاه حضرت فاطمه در بین امت اسلام منو یاد حضرت مریم بین بنی اسرائیل میندازه. همسر پیامبر ام سلمه از پیامبر نقل قول کرده که گفته مهدی حق است و از فرزندان حضرت فاطمه است، او از نوادگان فاطمه است. روزی پیامبر با چوب دستی خودش روی زمین چهار خط میکشه و از صحابه میپرسه آیا معنی این چهار خط رو میدونید؟ و بعد هم میگه این خطوط بیانگر چهار بانوی منتخب هستن: آسیه همسر فرعون، مریم مادر حضرت عیسی، حضرت خدیجه و دخترم حضرت فاطمه. حالا بریم سراغ ازدواج حضرت فاطمه با حضرت علی. سن 20 سالگی، سال دوم هجری. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، عبدالرحمن ابن عوف، این سه نفر هم تمایل به خیشاوندی با پیامبر داشتند، ولی پیامبر قصد دیگه ای داشت. بعد حضرت علی به خواستگاری حضرت فاطمه میاد. پیامبر از حضرت فاطمه سوال میکنه که آیا تمایل به ازدواج با حضرت علی داره یا نه، و بعد هم به ازدواج اون دو رضایت میده. حضرت علی برای پرداخت مهریه حضرت فاطمه کلاه خود فلزی خودش رو میفروشه و عثمان این کلاه خود رو میخره و دوباره اون رو به عنوان هدیه ازدواج به حضرت علی میده. سه عدد تشکچه، یک عدد متکا که با لیف خرما پر شده بود، یک تخت قالی حاشیه دار، دو عدد آسیاب دستی، یک عدد کوزه سفالی برای نگهداری آب، یک عدد لیوان آبخوری که از چرم ساخته شده بود، یک عدد الک، یک عدد لنگ، یک عدد پوست قوچ برای خوابیدن و یک تخت قالی طرح یمنی، یک تست لباس طرح یمنی، یک عدد ردای مخملی، همه جهیزیه حضرت فاطمه بود. و چون حضرت علی توانایی نداشت که توی روز عروسی به مهموناش ولیمه بده، سعد ابن عباده مسئولیت غذا دادن به مهمونا رو تقبل میکنه. حضرت فاطمه 5 سال از عمرش رو توی منزل حضرت خدیجه، 13 سال رو توی مکه و 2 سال رو توی مدینه همراه پیامبر اسلام و 8 سال رو هم همراه حضرت علی گذرون و از این 8 سال هم 2 سال رو برای پرستاری و نگهداری از فاطمه بنت اسد مادر حضرت علی گذرون. وقتی حضرت علی با حضرت فاطمه ازدواج کرد، مادر او هم پیش اونا زندگی میکرد. فاطمه همسر ابوطالب همونطور که قبلا برای پیامبر مادری کرده بود، بعدا برای دخترش هم مادری کرد. با عروس خودش همیشه با مهربونی و مرحمت رفتار میکرد. حضرت علی با ذکاوت و عدالت بین مادر و همسر خودش تعادل برقرار میکرد و وظایف خونه رو بین اونها تقسیم کرده بود. حضرت علی به مادرش گفته بود که تو کارهای بیرون مثل آب آوردن رو انجام بده و فاطمه هم کارهای داخل خونه مثل آسیاب کردن آرد و خمیر درست کردن رو انجام بده. و حضرت علی با این کار جلوی اختلافاتی که ممکن بود به خاطر امورات خونه پیش بیاد رو گرفت. مثل همه زوجها گاهی وقتا بین حضرت علی و فاطمه هم اختلاف پیش می اومد.
روزی بین حضرت علی و فاطمه اختلاف پیش میاد. وقتی این اختلاف به گوش پیامبر رسید، به خونه اونا رفت و اونها رو توی دو طرف خودش نشوند و دست هر دو رو گرفت و به هم دیگه گره زد. کمی بعد لبخند زنان از خونه اونا بیرون اومد. اصحاب رو به پیامبر کرده و گفتن ای رسول خدا، موقع ورود به خونه علی و فاطمه غمگین بودید و موقع بیرون اومدن شادی توی چهره شما مشهود. پیامبر هم فرمود به خاطر اینکه رابطه بین دو شخص رو که برام بسیار عزیز هستن درست کردم. طبق روایت میشه فهمید که پیامبر هیچ وقت طرف حضرت فاطمه رو نمی گرفت و به هر دو طرف این حق رو میداد تا حرف خودشون رو بزنن. نتیجه ازدواج حضرت علی و حضرت فاطمه 5 فرزند به اسمهای حسن، حسین، محسن، ام کلثوم و زینب. پیامبر گفته که نسل هر کسی با فرزندای ذکورش ادامه پیدا میکنه، ولی نسل من با فرزندای فاطمه ادامه پیدا میکنه. و با جمع کردن حضرت علی، فاطمه، حسن و حسین زیر یک عبا برای اونا دعا کرده و به این موضوع اشاره کرد. سال 3 هجرت حضرت فاطمه 21 سال داشت و یکی از 15 بانویی بود که به جنگ احد رفته بودند. وقتی خبر مرگ پیامبر شروع به پخش شدن میکنه، حضرت فاطمه بدون هیچ تعللی دنبال پدر میگرده و اون رو پیدا میکنه، ولی صورت مبارک پیامبر زخمی و خونین شده بود. به حضرت علی میگه ای علی، بجنب و زود برای من آب تمیز بیار. حضرت فاطمه صورت مبارک پدر رو تمیز میکنه، دوباره صورت ایشون خونی میشه، دوباره تمیز میکنه، دوباره خونی میشه. وقتی خونریزی ادامه پیدا میکنه، حضرت فاطمه یه نی رو آتیش میزنه و با خاکستر اون زخم پیامبر رو پانسمان میکنه و بعد از اون برای لحظه‌ای دست از مداوای زخم پدر بر نمیداره و تا 1 ماه زخم پدر رو مداوا میکنه. توی این مدت حضرت فاطمه با نگاه‌های سرد به حضرت علی نگاه میکنه و با اون به سردی رفتار میکنه و با نگاه‌هاش به اون میگه که تو چجوری داشتی از پدرم محافظت میکردی که صورتش زخمی و خونین شده؟ رسول خدا وقتی متوجه نگاه‌ها و رفتار حضرت فاطمه میشه، میفرماید که ای علی، عبدالله ابن جحش، ابو دوجانه و حارث ابن سنمه را دیدی که چطور دلاورانه می جنگیدن مثل تو؟ نگاه های حضرت فاطمه بعد از شنیدن این حرفا تغییر می کنه. وقتی روزی حضرت فاطمه یه تک نونی رو برای پدر می بره، پیامبر به اون میگه که ای فاطمه، بدون که این تنها لقمه ای استش که توی این 3 روز از گلوی من پایین خواهد رفت. با این حساب میشه فهمید که اونا توی شرایط سخت کنار هم بودن و حواسشون به هم دیگه بود. حضرت جابر در کنز العمال نقل کرده روزی پیامبر حضرت فاطمه رو در عبایی از جنس پشم شتر و در حال آسیاب کردن گندم میبینه. رسول خدا با دیدن این صحنه شروع به گریه کردن میکنه و میگه ای فاطمه، سختی های دنیا رو تحمل کن تا نعمت های فراوان اون دنیا نصیب تو بشه. و به دنبال اون این آیه نازل میشه: البته خداوند در زمان نزدیک آنچنان نعمت هایی به تو خواهد داد که در نهایت راضی خواهی بود. وقتی مدتی چیزی برای پختن توی خونه پیدا نمیشه، حضرت علی از حضرت فاطمه میخواد که وضعیت رو برای رسول خدا بازگو کنه. حضرت فاطمه به منزل پدر میره و در میزنه. رسول خدا از نحوه در زدن متوجه حضور فاطمه میشه. حضرت فاطمه رو به پیامبر میکنه و میگه ای پدر، رزق و روزی فرشته ها گفتن ذکر خداونده، رزق و روزی ما انسان ها چطور؟ پیامبر متوجه منظور حضرت فاطمه میشه و میگه ای فاطمه، به خداوند قسم 1 ماه است که توی خونه پدرت هم غذایی پخته نشده. اگه میخوای یکی از اینها رو به تو بدم یا اینکه 5 کلمه به تو بگم. حضرت فاطمه اون 5 کلمه رو انتخاب میکنه. اون 5 کلمه رو از پدر میپرسه و به خونه خودش برمیگرده و به حضرت علی هم اون 5 کلمه رو یاد میده و برکت توی زندگی اونها جاری میشه و این چنین به زندگی خودشون ادامه میده. روزی حضرت علی و فاطمه قصد میکنن روزه بگیرن. حضرت فاطمه برای افطار حلوا درست میکنه، همونطور که عرب توی اون دوره برای افطار حلوا میخوردن. همون که میخواستن افطار کنن، فقیری در رو میزنه و میگه ای خانواده محمد، من مسلمان فقیری هستم،
چیزی برای خوردن به من بدهید تا خداوند نیز شما را از سفره‌های بهشتی سیراب کنه. حضرت علی و فاطمه مقداری از غذای خودشون رو به اون فرد فقیر میدن و خودشون با مقدار ناچیزی افطار میکنن. روز بعد یتیمی به در خونه اونها میاد و این بار هم افطاری خودشون رو به یتیم میدن و در نهایت روز سوم هم اسیری به در خونه اونها میاد و اونا دوباره غذای خودشون رو به اسیر میدن و برای خودشون چیزی نمیمونه تا بخورن. سه روز بود که چیزی نخورده بودن و گشنه مونده بودن. روز چهارم حضرت علی دست حسن و حسین رو که از گرسنگی میلرزیدن میگیره و به خونه پیامبر میره. پیامبر وقتی اونا رو توی این وضعیت میبینه خیلی ناراحت میشه و همراه با هم پیش حضرت فاطمه میره. حضرت فاطمه هم از گرسنگی شکمش به پشتش چسبیده بود و زیر چشماش گرد افتاده بود. پیامبر از دیدن دختر خودش توی این وضعیت خیلی ناراحت میشه. اونا رو دور خودش جمع میکنه و به اونا میگه شما سه روزه که توی این وضعیت هستید و من از این موضوع بیخبر بودم. درست همون موقع سوره انسان نازل میشه و غذای خود را با اینکه به آن علاقه و نیاز دارند به مسکین و یتیم و اسیر میدهند و میگویند ما شما را به خاطر خدا اطعام میکنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمیخواهیم. ما از قهر پروردگار خود به روزی که از رنج و سختیان رخسار خلق در هم و غمگین است میترسیم. حضرت فاطمه 28 سال داشت که رسول خدا دچار بیماری میشه و در بستر مرگ میفته. پیامبر به حضرت فاطمه میگه ای فاطمه، اونا دیگه نمیتونن پدرت رو برنجونن. حضرت فاطمه که میفهمه پدر در حال مرگ هست غمگین میشه. حضرت فاطمه گوشهاش رو به لبهای پدر نزدیک میکنه، اول گریه میکنه و بعد که پیامبر دوباره به اون اشاره میکنه گوشهاش رو دوباره به لبهای مبارک پیامبر نزدیک میکنه و بعد گریهش در یک لحظه تبدیل به خنده میشه. حضرت عایشه به حضرت فاطمه میگه چرا اول گریه کردی و بعد شروع به خندیدن کردی؟ حضرت فاطمه میگه رسول خدا اول به من گفت که داره این دنیا رو ترک میکنه و من با شنیدن این موضوع تاب نیاوردم و گریه کردم و بعد دوباره رسول خدا گفت دخترم غمگین نباش، تو زودتر از همه پیش من خواهی آمد. بعد از شنیدن این حرف خندیدم. حضرت فاطمه 6 ماه بعد از وفات پدر از دنیا رفت و در قبرستان بقیع مدینه به خاک سپرده شد. شاید خیلی از ماها با خودمون بگیم که حضرت فاطمه توی اوج جوانی از دنیا رفت و شوهر و فرزندای رشید خودش رو تنها گذاشت، اما مهم نیست. حضرت فاطمه ایمان خالصی داشت و پیامبر رو همراهی کرد و بقیه چیزها اصلا اهمیتی نداشت. مگه خداوند عزوجل که صاحب همه چیز است وجود نداره؟ و همونطور که توی قرآن هم اومده حضرت فاطمه فرموده خداوند سبحان ایمان رو به وسیله‌ای برای طهارت شما از شرک قرار داد، نماز رو برای خضوع و فروتنی و پاکی از هر نوع تکبر مقرر نمود، روزه را برای استقامت و اخلاص در اراده واجب کرد، زکات را برای تزکیه نفس و توسعه روزی واجب کرد، حج رو برای استحکام اساس شریعت و بنای دین اسلام واجب کرد، عدالت رو برای یکی کردن قلب‌ها و اطاعت کردن رو برای بهبود دین و نظام فرض واجب قرار داد، امامت رو برای دوری از تفرقه و جهاد رو برای کسب عزت در راه اسلام، امر به معروف رو برای محافظت از مصلحت انسان‌ها، حق رو برای رسیدن به مکافات الهی، نیکی به پدر و مادر رو برای دوری از غضب الهی واجب کرد، صله رحم رو برای نزدیکی و بهتر شدن رابطه با خیشان واجب کرد، قصاص رو برای جلوگیری از ریختن خونهای بیشتر، به نذر خود وفا کردن رو برای بهره‌مندی از بخشش الهی و ترازو و اندازه رو برای فروش درست و برقراری حق و عدالت و حفظ ارزش مال واجب کرد، شراب رو برای پاکیزه کردن بنده ها از پلیدی ها حرام کرد، امر کرد برای کسب اعتبار و آبرو و عفت از دزدی و نفرین و نسبت دادن عمل زنا به بقیه دوری کنید و شرک رو حرام کرد تا بنده ایمان خالصی به پروردگار خودش داشته باشه. ای انسان‌ها، به حق از پروردگار خودتون بترسید و در حالت مسلمانی و تسلیم در برابر خدا از دنیا بروید و از اوامر الهی اطاعت کنید. از بین بنده های خدا فقط عالمان هستن که از اون می ترسن.
روزی وقتی حضرت فاطمه توی بستر بیماری بود، حضرت ابوبکر از اون درخواست ملاقات کرد. حضرت فاطمه به اون اجازه ملاقات داد. حضرت ابوبکر دل حضرت فاطمه رو به دست میاره و به ایشون میگه ای فاطمه، سوگند به خداوند من برای فرزندان و خانواده‌ام مال و ثروتی نیندوختم، ولی برای به دست آوردن رضای اهل بیت پیامبر خدا مال اندوختم و خرج کردم. راضی کردن تو اولین و بزرگترین آرزوی منه. و به دنبال این حضرت فاطمه رو به حضرت ابوبکر میکنه و میگه از تو راضی هستم ای ابوبکر، تو رو حلال میکنه. حضرت فاطمه 6 ماه بعد از وفات پیامبر توی 11 هجرت روز سه‌شنبه 3 ماه رمضان وفات میکنه. محب‌الدین طبری نقل کرده از مادر امام محمد باقر روایت شده که حضرت فاطمه به دختر امیس میگه ای اسما، من خوشم نمیاد وقتی زنی بمیره روی جنازه اون پارچه‌ای بکشن. اسما به حضرت فاطمه میگه ای دختر پیامبر، اگه اجازه بدید چیزی رو که توی حبشه دیدم به شما نشون بدم. و بعد چند تکه چوب خیس میاره و اونها رو خم میکنه و روی اونها پارچه‌ای میندازه. حضرت فاطمه میگه چقدر زیباست. با این روش جنازه زن و مرد با هم دیگه قابل شناسایی میشه. حضرت فاطمه میگه وقتی من از دنیا رفتم تو و علی منو غسل بدید، هیچ کس دیگه اونجا نباید حضور داشته باشه. وقتی حضرت فاطمه وفات میکنه، حضرت عایشه میخواد که به محل غسل حضرت فاطمه بره، ولی حضرت اسماء به حضرت عایشه اجازه ورود نمیده. حضرت عایشه هم پیش حضرت ابوبکر میره و موضوع رو برای ایشون تعریف میکنه و از اسماء نزد ابوبکر شکایت میکنه و میگه اون زن بد به من اجازه نداد که فاطمه رو غسل بدن و همچنین برای فاطمه همانند نوعروسان تخت روان ساخته. به دنبال این حرف حضرت عایشه، حضرت ابوبکر به اونجا میاد و میگه ای اسما، چرا به همسرای پیامبر اجازه نمیدی که به جنازه دختر پیامبر نزدیک بشن و برای فاطمه تختی مثل تخت نوعروسا آماده کردی؟ حضرت اسما میگه حضرت فاطمه وصیت کرد که هیچ کس به نزد جنازه اون نیاد و اینکه توی دوران حیات ایشون تخت و تابوتی همانند این برای ایشون ساختم و به ایشون نشون دادم و ایشون خودشون از من خواست بعد از مرگ براشون این تخت رو بسازم. ابوبکر به اسما میگه که ای اسما، اونچنان که فاطمه گفته عمل کن. و به این صورت حضرت علی و اسما جنازه حضرت فاطمه رو غسل میدن. حضرت فاطمه وقتی اسما اون تابوت رو براش ساخته بود لبخند زده بود، در حالی که بعد از مرگ پیامبر هیچ کس لبخند روی لبهای ایشون ندیده بود. احمد ابن حنبل از ام سلمه این چنین روایت کرده: وقتی حضرت فاطمه توی بستر بیماری بود که در نهایت با مرگ ایشون تموم شد، من از ایشون پرستاری می‌کردم. وقتی روزی حال ایشون نسبت به بقیه روزها بهتر بود، حضرت علی برای انجام امورات و کارها به خارج از منزلش رفت. حضرت فاطمه به من فرمود برام آب بیار تا خودم رو بشورم. من هم برای ایشون آب آوردم و براشون ریختم و ایشون هم به شکل زیبای خودشون رو شست و بعد هم فرمود جامه‌های نوی منو بیار و من نیز اونها رو آوردم. بعد فرمود به سر منو درست وسط اتاق پهن کن و من طبق فرموده ایشون عمل کردم و بعد دستش رو زیر صورتش گذاشت و به سمت قبله در بستر خودش دراز کشید و بعد هم گفت ای جاریه، من الان وفات خواهم کرد و خودم رو شستم و پاکیزه هستم. بعد از مرگم کسی جامه های منو در نیاره و منو نشوره. و بعد از گفتن این حرف ها از دنیا رفت. و بعد حضرت علی اومد و هر اون چی که توی اتاق اتفاق افتاده بود رو برای ایشون تعریف کردن. طبق روایات حضرت فاطمه رو توی شب دفن کردن و حضرت علی ایشون رو دفن کرد. نماز میت رو هم عموی پیامبر عباس برگزار کرد و فضل ابن عباس هم به حضرت علی در زمان دفن جنازه حضرت فاطمه یاری رسوند. حضرت علی به خاطر مرگ حضرت فاطمه توی اوج جوونی خیلی ناراحت بود. حضرت علی برای حضرت فاطمه، یادگار پیامبر اسلام و مادر فرزنداش شعرهایی خوند. ما همیشه محتاج یادگیری چیزهای زیادی از حضرت فاطمه هستیم که چنین زندگی آگاهانه‌ای رو ترک کرد و از دنیا رفت. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خداوند پاک می‌سپارم.